نشانه سنگ غریب در کنار چشمه‌های نامی همراه با نمادها و نشانه‌هایی از دفینه. با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز. دوستان، این کلیپی که شما مشاهده می‌کنید در فضای مجازی یکم زیاد دست به دست شده بود و کارشناسی‌های متعددی هم شده که من خواستم این رو بارگذاری بکنم و چند تا نکته آموزشی رو بگم که خیلی از دوستان مشکل همچین قضیه ای رو دارن، انشالله که برطرف بشه. خب ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان، در این قسمت که شما مشاهده میکنید یک سنگ غریبی موجود هست در کنار این چشمه که فاصله اش هلوش تقریبا 20 الی 30 متره. بعد حتما باید چشم نامی باشه، جایگاه نامی باشه، منطقه نامی باشه، تمام این فاکتورها باید باشه که وجود یک دفینه رو به شما بده. همراه با جوغن، همراه با کروکی، من خیلی از دوستان اشاره کردم و بهشون گفتم که جایگاهی که محل دفینه هست حتما باید رمزگشایی در اونجا اتفاق افتاده باشه. خب سنگ غریب، اینجا یک سنگ سفیدی رو داریم که دقیقا رنگ سنگ این سنگ با بقیه سنگ های دیگه فرق میکنه. همیشه بدونید که در جایگاه ها نامی از چیزی استفاده میشه که با کل منطقه و محیط فرق میکنه. دقیقا مثل همین سنگی که شما مشاهده میکنید، سنگ سفیدی که با بقیه سنگ های دیگه فرق میکنه. اون سنگ هایی که اطراف هستن سیاه هستن و این سنگ سفید. دوستان، بعد همراه با نشانه هست. این دلیل دومی که برای این سنگ در یک جایگاهی که نباید اونجا باشه. خب کاوشگران عزیز، همچین نکته‌ای که اگر شما برخورد کردید، اولا باید حد فاصله با خود چشمه هلوش 20 الی 30 متر باشه. بعد بر روی این سنگ حتما آثاری از نشانه موجود باشه. دقیقا اگر شما اینجا مشاهده بکنید دوستان، زیر سنگ زیر ساخت کامل انجام شده و دقیقا حالا شاید در بعضی از تفاصیل دیگه دفینه در زیر خود این قرار داره، همین سنگ شاخص، که چون زیر ساختی شده شاید تا 80-90 درصد محل عمق دفینش هم هلوش 2 متر، 1.5 تا 2 متر هست. و اگر همچین حالتی شما دست پیدا نکردید، چون از سنگ استفاده میکنن دوستان که چند نفری سخته که جابجا بشه و حالا یکم نزولاتی قرار داره اینجا، و بحث این که اگر در زیر خود سنگ شاخص اینجا پیدا نشد دوستان، معمولا در فاصله همون 20 الی 30 متری یک اسکنه کوچیکی هم بر روی این هست. این اسکنه اگر شما بتونید رمزگشایی این رو انجام بدید، چون در بعضی جاها فرق میکنه شرایط محیطی، بعضی جاها فاصله ها فرق میکنه، اگر این اسکنه رو شما قطر داخلی اون رو بگیرید، میتونید حد فاصله سنگ بعدی رو پیدا بکنید که خیلی مهم و جالبه. این که قسمت حالا یکی از اون سنگ هایی که در اطراف هستن، معمولا از سنگ شاخص استفاده میشه، همون سنگ سفید، و معمولا چون خیلی دستبرد میزدن در عصر باستان در مورد اموال یا دفینه شخصی، میومدن همین سنگ رو قرار میدادن و در فاصله 20 متری، حالا باز بستگی به اون نشانه‌ای که برای سنگ هست، و حد فاصله رو مشخص میکردن و در زیر یکی از این سنگ ها قرار میدادن. حالا شما اگر همچین جایگاهی رو پیدا کردید و زیر خود سنگ شاخص نبود، میتونید دور تا دور اون رو به فاصله 20 متری یا 30 متری کاملا کاوش بکنید. همین یکی از این سنگ ها رو باز یک نشانه ای که حالت یا ضرب دره یا دایره هست یا فلشی که مسیر اصلی دفینه رو بهتون نشون میده که دقیقا به این حالت هست. در فاصله 20 متری یا 30 متری اگر همچین جایگاهی رو شما پیدا کردید، دور تا دور اون رو کاملا بگردید دوستان
اگر در زیر خود سنگ شاخص نبود، در زیر یکی از این سنگ ها که همراه با چند تا نماد و نشانه کوچیک، فلش، دایره و ضرب در قرارگیری داره. خب دقیقا به این حالت و به این شکل اصلا، یعنی دو تفسیر داره، یا زیر خود سنگ شاخص قرارگیری داره دوستان، یا در زیر یکی از سنگ های دیگه. چون معمولا گفتم خیلی مورد دستبرد قرار می گرفت و می اومدن همچین جایگاهی رو قرار می دادن، چون در جایگاه های نامی و مناطق نامی سرشناس بود، مشخص بود که محیط و منطقه نامی هست و بعضی ها می اومدن اموال رو می بردن. حالا عصر باستان چون یک روش گنج یا دفینه گذاری رو داشتن، همه مثلا تا حدودی بلد بودن. خب دوستان عزیز، ممنون و سپاسگزارم از اینکه این کلیپ رو مشاهده کردید. چون بعضی از کاوشگرها مشکل داشتن، بعضی از دوستان میگفتن سنگ غریبی داریم یا سنگ سفیدی داریم یا سنگ سیاه، از این فرق نمیکنه که سفید باشه یا سیاه، حتما باید نشانه داشته باشه دوستان، زیر ساخت کار شده باشه. گفتم دو حالت داره، یا زیر خود سنگ شاخص هست، یا در فاصله 20 متری زیر یکی از این سنگ ها با علامت ضرب در یا دایره یا فلش مشخص شده که اون محل محل دفینه است، که عمقش هم هلوش 2 متر هست، زیاد نیست دوستان، شما به راحتی میتونید این رو پیدا بکنید. خب ممنون میشم دوستان، لایک بکنید حتما، اگر سابسکرایب نکردید حتما ساب بزنید و تفسیر اصلی و دقیق همچین حالتی که در کنار چشم ها هستن به این شیوه و به این حالت هست. خب اون عزیزانی که عکس دارن یا خود فیلم کلیپ رو دارن در گروه قرار بدن. گروه من بعضی از عکس ها یا نشانه های دوستان رو در آخر کار همیشه قرار میدم. خب دوستان، در این قسمت یک عکسی هست که من الان براتون مشخص میکنم، دقیقا همین عکس که در کنار رودخانه سنگ های متعددی هستن. این سنگ ها دوستان فرق نمی کنن. حالا ببینید، چون رودخانه ها همیشه از سنگ های مختلفی برخورداره، چون همراه با آب میاد، همراه با جریان آب حالت ها و تغییراتی اتفاق میفته. در کنار رودخانه هاشون دنبال سنگی باشید که از جنس رودخانه ای نباشه، از جنس خود اون سنگ هایی که در کنار رودخانه هستن نباشه. دقیقا میتونید رو این اثبات بکنید و حتما باید نشانه و فاکتور داشته باشه. ممنون و سپاسگزارم با تشکر فراوان.